سلام سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب باشید. امروز و تو این ویدیو یک خورشت قیمی میخوام براتون درست بکنم که مشابهش و جای دیگه ای امکان نداره خورده باشید. به شدت خوشمزه. چند تا نکته داره که طول ویدیو همشونو با هم بررسی میکنیم. مواد اولیه تازه رو هم دارید میبینید. همه چیز آماده است. مرحله اول درست کردن زعفرون، آسیاب کردن زعفرون تا جایی که ممکنه اون رو ریز میکنیم و با یخ میذاریم تا دم بکشه. مرحله بعدی برش پیاز هست. برش پیاز رو شما باید دقت بکنید که تا جایی که ممکنه این برش ها رو ریز انجام بدید، چون ما در نهایت توی بشقابمون توی خورش زمانی که داریم میکشیم نمیخوایم دونه های پیاز مشخص باشه. نگاه کنید، آروم با تمرکز و ریز به صورت دونه های تاس که بهش میگن برش های دایس. اینم از برش پیازا. میریم برای سرخ کردنشون. از زودپز میخوام استفاده کنم به خاطر اینکه میخوایم زود خورشت ما پخته بشه. رو حرارت ملایم میذاریم و ادویه هایی که میخوام بزنم زردچوبه، دارچین و پودر هل هست. اینا رو که زدیم فلفل سیاه و نمکشم بهش اضافه میکنیم. عالی. میریم برای برش گوشت. برش گوشت و ابعاد خورشتی به شما بستگی داره. حالا یا برش های ریز میزنیم یا برش های درشت. من همونطور که میبینید از گوشت ماهیچه گوساله استفاده کردم. انتخاب ها زیاده. شما به سلیقه خودتون میتونید از گوشت گوسفندی مثل رون، مثل سردست، مثل فیله استفاده بکنید و حتی میتونید از گوشت گوساله که مثل من از ماهیچش یا بازم از سردستش و یا حتی از رون و حتی از راستش استفاده کنید. همه اینا به خود شما بستگی داره. آماده است گوشتا. میرم اضافهش میکنم توی پیاز با حرارت تقریبا زیاد، نه خیلی زیاد که نسوزه و نه خیلی کم که سرخ نکنه گوشت ما رو. قشنگ میریزیم و حدود یک ربع اون رو سرخش میکنیم. تو حین سرخ کردن هر وقت احساس کردید داره میسوزه یا ادویه ها دارن میچسبن، مثل این یه تیکه که دارید میبینید، چارش یه کوچولو آبه. یه کوچولو. همینقدر آب میزنید. نگاه کنید. تمام اوساده ها پاک میشن و دوباره برمیگردن توی خود سس. این کار حتما توی این 15 دقیقه باید انجام بدید. میبینید ادویه دارن میرن. بسیار کار مهمیه. اون که کارش داره انجام میشه. لپه رو من الان 2 ساعته که از 2 ساعت قبل گذاشتم خیس خورده، هم بزرگتر شده و هم نرمتر شده و این به روند پخت ما خیلی کمک میکنه. و الان تو مرحله بعد میخوام براتون یک سس گوجه به همراه فلفل دلمه درست بکنم. گوجه و فلفل دلمه که این یکی از اون حرکاتیه که گفتم خورشت قیمتون رو از این رو به اون رو میکنه. پس ما تو این مرحله خورش های گوجه رو بهش میزنیم، فلفل دلمه رو هم همینطور و همه رو با هم پوره میکنیم. نکته اینجاست که همشون باید به خوبی خوب پوره بشن که ما هیچ قسمتی از پوست گوجه و پوست فلفل دلمه رو نبینیم. نگاه کنید. و تمام یه سوسی میخوایم الان درست بکنیم که با سرخ کردن لپه ها به همراه زعفرون و یه کوچولو از همون ادویه ترکیبیه، بعد اضافه کردن این پوره خوشمزه لیموی عمانی. در واقع الان میخوام بریم توی یه ماهیتابه جادوی اصلی خورشت قیمه رو
با سرخ کردن لپه شروع کنیم. اما قبل از این که بریم ما سس جادویی رو درست بکنیم، ببینید حالت کاراملی پیازا رو دارید میبینید، مقدار سرخ شدن و رنگ، اینا همه رو به خاطر بسپارید. الان آب جوش میریزیم روش تا گوشت بره برای پخت اولیش. یادتون باشه حتما باید تو این مرحله آب جوش اضافه بکنید. این از این. نگران کمبود نمک هم نباشید، نمک رو میتونیم بعدا هم پسش رو بگیریم. خب الان اگر با قابلمه دارید کار میکنید، درش رو ببندید تا بپزه. من که با زود پز درش رو میبندم تا نیم ساعت برای خودش بجوشه. حرارت ملایمه، روغنش رو میریزم. لپه‌ای که آب کش شده، یکم پودر هل، یکم پودر دارچین و زعفرون. اینو اول تمیزش میکنم. قشنگ چند دقیقه من اینو سرخش میکنم. پنج دقیقه بعد لیمو رو اضافه میکنم، لیموی که شسته بودم. و دو دقیقه دیگه این پوره گوجه. نم نمک، اینم میره برای خودش تا زمانی که گوجه از حالت خامی در بیاد و پر رنگ بشه. توی این مدت برای تکمیل کار یک کته خوشگل انبار میذاریم با برنج شسته شده و درشو میذاریم تا آروم برای خودش دم بکشه. سس خوشگل رو ببینید، همون جوری که میبینید رنگش عوض شده، لپه ها خیلی باد کردن و از حالت خامی در اومده. و الان کاری که میکنیم این سس رو میریزیم توی این سس گوشت خوشمزه و میذاریم بره برای پخت مرحله دو. قشنگ خوب مخلوطش میکنیم و میریم سراغ برش های بادمجون. اول قشنگ مثل من پوستش رو بگیرید، بعد برش های یکسان و یک نواخت و تقریبا نازک این شکلی اینو میخوایم. روغنم داغ، آروم بادمجونا رو میخوابونم توش. اینجا رو ببینید، به به. حالا برای تکمیل کار تا داغه نمکشم میزنم و میریم برای سرخ کردن سیب زمینی تو همون روغن توی این ابعادی که دارید میبینید. سیب زمینی رو کامل به سبک مادر بزرگا توی روغن کمی سرخ کردم. وای قیافش رو ببینید. زمینی ما دو تا بود، نمیدونم چرا یه دونش به اینجا رسیده. تو مسیر نمیدونم یه دزدی ما داشتیم که نصف سیب زمینی رو زد. اوه چه بویی، چه بویی، از این بهتر نداریم. نگاه کنید لعاب رو، ببینید
بذار بکشمش. وای رنگش رو ببینید. خوشمزه ترین خورشت قیمه ای که شاید تو کل زندگی درست کردم. قشنگ نیست؟ واقعا قشنگ. حالا اینجا رو ببینید. وای وای نگاه کنید چه اتفاقایی اینجا داره میفته. جزء محبوب ترین خورشتای من الان جلوی چشمم. چقدر خوش بود، چقدر ناز. و اما امضای ما تو غذای ایرانی، کتمون، کته ایرانی، نگاش کنید. یکم میریزم تو این زعفرونه. این همون ته زعفرونه است که دم کرده بودم برای روی کار میخوام. میذارم کنار، دیس رو بیارم بکشم تو دیس. دارم چیز میکشم، سبک مهمونی دارم میکشم. تعداد زیاد، یعنی غذا رو دیگه انفرادی سروش نکردم. یه بارم اینجوری سرو بکنیم، چون غذامون غذای سنتیه، کشیدنمون هم به سنتی باشه. صحنه رو ببینید شما. به 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 به. اوه تعدیگش حیف الان در نیارم. سریع، چون تعدیق میدونید که اگر بمونه تو چیز، بمونه توی قابلمه، خیلی نرم میشه. نرم میشه یعنی چی؟ یعنی اینکه دیگه ما اینو نداریم. و اما خانم ها آقایون، نواب ابراهیمی تقدیم میکند ریختن برنج زعفرونی رو. دارم دیوونه میشم، یعنی یه جوری دارم دیوونه میشم. من دیگه هیچ حرفی برای گفتن ندارم، خدایی ندارم. وای به 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 به، عجب بوی بوی ادویه‌ای که زدیم بعد جور مشخصه. ترشی پوست گوجه، عطر فلفل دلمه رو شاید اگر بذارید برای یکی متوجه نشه، اما زمانی که دو تا از این خورش بغل هم باشن، یکیش با فلفل دلمه و یکیش بدون فلفل دلمه، اون موقع میتونید تشخیص بدید که چقدر این خورش بهتره. امیدوارم که لذت برده باشید. شک نکنید که این غذا رو درست کنید، عاشقش میشید. فعلا.